خیلی این دست اون دست کردم. با عرض سلام تبریک به مناسبت اعیاد روزای مبارک و روزی که گذشت، یکی دو روزی که گذشت، مبعث پیغمبر، تولد پیغمبر. بعدم این که به نظر من خیلی دیر شده جایزه. من دیگه مثل اون بابایی که تو 60 سالگی بچه دار میشه میگن زنگوله با تابوت میخوای، من دیگه الان جایزه به دردم نمیخوره. من بعد سر ایران میگرفتم به خاطر فهیمترین کارگردان سینمای ایران استاد تقوایی. چون یادم 2 سال فیلم طول کشید، آخر سرم طبیعت نذاش افتاد برای سال بعد. 2 سال فیلم طول کشید، من 195,000 تومان دست مزد گرفتم. فکر کردم جایزه میگیرم، دلم به جایزه خوش بود. اصلا مسابقه راش نهیدم، یا آدم برفی تو مسابقه راش نهیدم، یا هنرپیشه دادن به استاد غریبیان برای یه فیلم علکیش بنده خدا، نه فیلم خوبش، فیلم استاد کیمیایی بود، با دادن دلش نمیسوخ. بندر مهالود باید خیلی قدتر میگرفتم، چون جایزه تو جوونی به درد میخوره نه تو پیری. من دیگه کارامو کردم. یه دونه دو جنسیتیه که انشالله قولشو آقای استاد جیرانی داده قرار بازی کنیم. قربون شما برم. گفتم بیام و تشکر بکنم به خاطر استاد صمدی، به خاطر استاد رشیدی، به خاطر استاد میرباقری، بقیه عزیزان، استاد انتظامی، جای پدرشون هم سبزه، به افتخار استاد انتظامی و استاد جمشید مشایخی که بنده رو با آقای مرحوم استاد علی حاتمی و سرورم، راهنمام، مشاورم تو زندگی خودم، کاری، خانوادگی، عبدالله اسکندری که همه چی و مدیونشم، همه چی زندگی خصوصی غیر خصوصی، همه چی رو مدیونشم. این که این فیلم رو بازی کنم، اون فیلم رو بازی نکنم، خور استراحت کنم، برم یه خور خودم رو پیدا کنم، همه این راهنمایی ها رو مدیون عبدالله اسکندری هستم. نیستش تو سالون؟ دستشون میبوسم. حالا جایزه رو به عنوان زنگوله پاتابوت قبول میکنم، بخواست اینکه ماشینم روش هست و الا اصلا شیشه که راجب مادر بگم همین سیمرغ رو گرفتیم، مستقیم پخش میشد تو خونه بابای من. اون موقع ما تازه رفته بودیم شهرک غرب، بالا شهرک غرب که ببخشید دیگه، شهرک قدس، خیلی ما نمیخوام محلمون بگم بالا شهر، بچه نازیاباد هم هنوزم همه بچهای نازیاباد. نه بابام زیر کرسی نشسته بود، مستقیم میدید برنامه رو. وقتی رسیدم خونه، لیلا هم اتفاقا اومده بود، گفت میخوام اما اکبر بیام کرسی رو ببینم. گفتیم باشه، رفتیم با لیلا حاتمی. اگه اینجا نیست که سلام بهش میگم، اگه اینجا هست بازم سلام بهش میگم. رفتیم و به شوهر عزیزش رفتیم خونه. بابام گفت اکبر آقا از فلیزیون پخش میکرد، دیدم این تالا باشه دیگه، نه زیریش. گفتم نمیدونم. گفت بده فکر کنم 1.5 کیلو 2 کیلو تالا هست. این اون که شوشه هست، اون ولش کن، مرغ سی مرغ نه، اون علکیه، اونو ولش کن، این تالاش به دست میخوری اکبر آقا. به والله آده اجازه بدین تمام. این الان فکر کنم نقره است. آره نگاه کرد و بعد عزیزترین اکسسوار خونه ما که ایشون خیلی رو چشش قبول، یه تلویزیون پیام بود، تازه پیام ها رنگی اومده بود، از این هیچ کم جرات نداشت کانال عوض کنه. معذرت میخوام، من جای شما یه خوری گرفت. هیچ آقا اینو برد گذاشت رو تلویزیونه، اومد عقب یه نگاهی کرد، گفت یه خورده کزه این مستقیم در وام کنن دیده بشی بد نیست. دوباره گذاشت، دوباره نگاه کرد، گفت این اکبر آقا تالاش اینجا ممکن دوزموز بیاد، محل هنوز خوب نیست، اینی
اومد جا بجا کنه یه تیکه گچ از زیر این افتاد. اینو یه تخته است با یه گچی پیچی، حالا البته تمیز کاری. به ولاهه میگم به جون المیرا که شاید اینجا باشه الان. خلاصه گفت اکبر آقا این چی بود گز این؟ این تالا نیست، خالیه، حتما این قابوش تلاست. چوبه رو در آورد، دید زنگ زده اون تو، یه سری آهن و اینا. گفت اون شوشش که شوشه‌ای به درد ما نمیخوره، اینم که ببر بذار آنبار زیر زمین، اینجا این تلویزیون گشش میفته میسوزی، ببر بذار. آقای آنبار همون جایزش هم به درد آنبار میخوره. خیلی ممنون. ولی از مادرم سه تا لنگو داشت فروخت، یه خورم قرض کرد شرک قلبو به نامش کردم به خاطر اون سه لنگو. از خداوند، از مادرم و از مردم خیلی تشکر میکنم. همیشه همیشه تو خیابون اگه گفتن اکبر آقا دمت گرم، سیمرغ بوده. همیشه همه اون خنده هایی که میگستم دو نفر تصرف میکنم به ولایه تا منو میبینم میخندن و میشه شروع یه آشنایی و یه دوستی اون دو نفر با هم و من با اون دو نفر. اینا همیشه من در حال سیمرغ گرفتنم. از عطاران هم خیلی ممنونم که جیگر کرد برخلاف رأی تهیه کننده. تهیه کننده تا الان که من در خدمت شما یه زنگ نزد یه خسته نباشی بگیر، حالا سر صحنه رو ولش کن، میگفت دو تومن میدیم یه پیرزن بازی میکنه. پیرزنمون هم مردن، طفلیا نادره مرد، مجبور شدیم بازی کنیم. یه وقت خانم‌ها ناراحت نشن، خانم ناصر هم نگران نباشه، من همه انرژی رو تخلیه کردم، همشون رو ماسک کردم. دست بوسیم، قربان شد.